درود بر شما شب بر شما خوش به بخش خبری شبانگاهی از کانال آبای ایران خوش آمدید سرخط اخبار مهم این ساعت اعلان وضعیت قرمز جنگی به تهران الهام علیف آماده ی حمله به ایران است و پروپاگاندای دروغ رژیم آغاز به کار کرد دروغ های شاخدار فرمانده یگان ویژه دعوت می کنم در ادامه بیننده مشروع خبرها باشید پیش از اون از شما درخواست می با لایک کردن این ویدیو از تلاش های تیم خبر خبری ما در پوشش دادن اخبار ایران در جهت آگاهی بخشی به هموطنان عزیزمون حمایت کنید و در انتها هم اگه مایل بودید در قسمت کامنت ها دیدگاهتون رو درباره این خبرها با ما و سایرین به اشتراک بگذارید از همراهی شما سپاس گذاریم. لطفا پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. اعلان وضعیت قرمز جنگی به تهران الهام علیف آماده ی حمله به ایران است. بر طبق آخرین گزارشات و تحلیل های رسیده جمهوری آذربایجان قصد دارد طی ساعات آینده با حمله به اهدافی در داخل ایران پاسخ سختی به اقدامات دولت ایران بدهد طی 48 ساعت گذشته بعد از سناریوی ساختگی حمله تروریستی یکی از اعضای سپاه به سفارت این کشور در تهران جمهوری آذربایجان در زربل فوری اقدام به خروج دیپلمات‌ها ها و سفیر خود از این کشور و تخلیه کامل سفارت خود در تهران کرد و ساعتی قبل نیز به شهروندان خود درباره ممنوعیت سفر به ایران هشدار داده است. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان سهشنبه سی و یک ژانویه یا یازده بهمن خطاب به شهروندانش هشدار سفر به ایران صادر کرد و به آنها توصیه کرده با توجه به وضعیت ناپایدار جمهوری اسلامی ایران و حمله تروریستی به نمایندگی دیپلماتیک آذربایجان از سفر به ایران خودداری کنند وزارت خارجه آذربایجان همچنین از اتباع خود که در ایران هستند خواست جانب احتیاط و امنیت را رعایت کنند و برای موارد کنسولی با سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز تماس بگیرند. جمعه هفته بهمن حمله مسلحانه در ساعت 8 صبح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران انجام شد. در این حمله که به تنش‌های جدیدی در روابط تهران و باکو انجامید، اسکر و فرخان رزوان اغلو مسئول امنیتی سفارت کشته و دو کارمند دیگر آن زخمی شدند. مقامات ایرانی مدعی‌اند این حمله با انگیزه شخصی و خانوادگی صورت گرفته. مقامات جمهوری آذربایجان اما اعلام کردند که اسناد شواهد کافی مبنی بر تروریستی بودن این حادثه را در اختیار دارند و از ایران انتظار دارند این حادثه ی تروریستی را به صورت شفاف بررسی و عاملان آن را معرفی و در دادگاه عادلانه و شفاف محاکمه کند آذربایجان بعد از حمله ی روز جمعه سفارت خود در تهران را تخریه کرد و کارمندان سفارت را به آذربایجان برگرداند برخی تحلیلگران سیاسی با در کنار هم قرار دادن خبرهای متعددی که درباره مواجهه با دولت ایران از آمریکا، اسرائیل، ترکیه و آذربایجان میرسد و همچنین چراغ سبز دولت روسیه برای عدم حمایت رژیم تهران احتمال وقوع جنگی میان ایران و جمهوری آذربایجان به نیابت از تمام طرفهای درگیر را بسیار قوی ارزیابی کرده و به مردم ایران نسبت به تبدیل دارایی‌های نقدی خود به طلا هشدار دادند. یک تحلیلگر سیاسی در روزنامه از شرق الاوسط ضمن اشاره به خبری که اصر روز گذشته مبنی بر تعلیق پروازهای اروپا به مقصد ایران منتشر شد احتمال وقوع جنگ طی ساعات آینده را بسیار قوی ارزیابی کرد شرکت هواپیمایی هانزا در بیانیه ای اعلام کرده پروازهای خود به مقصد تهران را به دلیل وضعیت نامشخص امنیت حریم هوایی ایران به حال تعلیق درآورده این تصمیم در پی حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان اعلام شد. شرکت هواپیمایی هانزا بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان در بیانیه‌ای که بر روی پایگاه اینترنتی این شرکت منتشر کرده اعلام کرد با توجه به وضعیت نامشخص امنیتی کنونی برای حریم هوایی ایران در اطراف فرودگاه تهران خطوط تمامی پروازهای هوایی از تهران را تا تاریخ سهشنبه 31 ژانویه به حالت تعلیق درآورده و لغو کرد بر اساس این بیانیه گروه امنیتی هانزا به ارزیابی وضعیت امنیتی ورود و خروج پروازها از فرودگاه تهران و کلیه ی حریم هوایی ایران ادامه میدهد. شرکت هواپیمایی لفت هانزا در بیانیه خود اعلام کرده به محض اینکه اطلاعات دقیقی درباره امنیت حریم هوایی ایران داشته باشیم برای برقراری یا عدم برقراری مجدد پروازهای خود به مقصد ایران تصمیم خواهیم گرفت با وجود اینکه این شرکت از طریق پروازهای خطوط هوایی تا روز 31 ژانویه خبر داده اما پیگیری های بخش فارسی از اف آی از شرکت های خدمات مسافرتی در ایران حاکی از آن است که احتمال می رود این شرکت به مقصد تهران تا پایان هفته تعلیق شود شامگاه شنبه 8 بهمن بنابر تایید وزیر دفاع ایران یکی از مراکز نظامی وابسته به این وزارتخانه در اصفهان هدف حمله پهبادی ارتش آمریکا و اسرائیل قرار گرفت روز گذشته دوشنبه ده بهمن نخست وزیر اسرائیل در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفت که کشورش از هر چه در توان دارد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای استفاده خواهد کرد در دیدار بلینکن از اسرائیل که با عملیات منتصب به این کشور علیه کارخانه های ساخت پهپاد، در شهر اصفهان و نیز دو حمله هوایی علیه کاروان کامیون ها در مرز سوریه و عراق همزمان شد آقای بلینکن بر تعهد خلل ناپذیر آمریکا به امنیت اسرائیل تاکید کرد همچنین به گزارش شبکه تلویزیونی آی 24 عالی ترین مقامات امنیتی اسرائیل در خصوص واکنش احتمالی ایران به حمله اخیر پهپادی به تاسیسات نظامی سپاه در اصفهان طی دو روز گذشته جلسات متعددی تشکیل داده و سرویس های امنیتی اسرائیل برای مقابله با اقدامات حکومت ایران به حال آماده باش درآمدهاند پروپاگاندای دروغ علی خامنه ای آغاز به کار کرد دروغ های شاخدار فرمانده ی یگان ویژه حسن کرمی فرمانده ی یگان های ویژه فراجا در گفتگویی که با روزنامه همشهری انجام داد ادعاهای عجیبی را مطرح کرد او گفته که به یگانش اعتماد دارد و از آنها هیچ اشتباهی سر نمی زند حتی پارا فراتر هم گذاشت و گفت اگر کسی ثابت کند فردی بر اساس خطای یگان ویژه کشته شده به او جایزه می فرمانده یگان ویژه در مورد نحوه برخورد با معترضان گفت جمعیتی که در اعتراضات شرکت می کنند چند گروهند. تعدادی مردم عادی که در محل مورد نظر کسب و کار دارند، تعدادی ره تعدادی تماشا تعدادی هم شاید ناراضی باشند و میخواهند خواسته خودشان را به گوش مسئولان برسانند، تعدادی هم شاید تحت تاثیر شبکه های مجازی تحریک شده باشند. در بین جمعیت تعداد اندکی هم با انگیزه و قصد خرابکاری و سوء استفاده از موقعیت حاضر می شوند. نخستین اقدام یگان ویژه تفکیک جمعیت است. البته هر چند کار ماموران بسیار سخت است با صبر حوصله برای جلوگیری از آسیب به مردم جداسازی را انجام می دهند تا به اندک محرکان برسند کار اصلی ما روی همین محرکان است و با این گروه اندک برخوردی سخت و پشیمان کننده داریم و از مردم خواسته با یگان ویژه همکاری کنند و زمانی که یگان ویژه را می بینند محل را ترک کنند کرمی که ابتدا گفته بود هیچ کس بر اثر خطای یگان ویژه کشته نشده اعلام کرده در صورتی که مردم با وجود حضور یگان ویژه در صحنه بمانند ممکن است به آنها آسیب وارد شود چرا که به گفته او یگانه ویژه با عوامل دشمن بدون مماشات برخورد خواهد کرد. کرمی در پاسخ به این سوال که برخی میگویند پلیس ایران عمدن به نقاط حساس مثل چشم و سر معترضان تیر میزند پاسخ مرتبطی نداده و آن را تایید یا تکذیب نکرده بلکه تنها به آموزش دیده بودن نیروهایش اشاره کرده و در پایان گفته که افکار عمومی در کشور ما تحت تاثیر چنین تبلیغات و القاعاتی قرار نمیگیرد فرمانده یگانهای ویژه فراجا استفاده از آمبولانس برای جابجایی نیروها و بازداشت شدگان را نیز تکذیب کرد و مدعی شد که این حرفها شاگرد تبلیغاتی دشمن است و آنها قصد دارند از این روش درآمد کسب کنند حسن کرمی اضافه کرده واحد های ما معموریت پوششی و مخفیانه ندارند همه عملیات های ما آشکار و در معرض دید افکار عمومی در جامعه قرار دارند اصولا ما می خواهیم دیده شویم ستون کشی و حرکت منظم واحدها و حتی استقرار آنها در سطح شهرها همه برای ایجاد امید در مردم است و نیازی به جابجایی مخفیانه نداریم ادعاهای فرمانده یگان ویژه با واقعیت فاصله زیادی دارد گزارش و مستنداتی که از اعتراض ها در ایران منتشر شده کاملا خلاف صحبت های این فرمانده فراجا را نشان می دهد. خود او نیز در جای از صحبت هایش حرف های خود را نقض می کند. این سخنان فرمانده یگان های ویژه فراجا با ستاب گسترده در شبکه های اجتماعی داشته و بسیاری کاربران معتقدند تنها راه مقابله با این دروغ ها فعالیت مستمر مردم در تکرار حقیقت وقایع و ثبت اسناد ویدیوها تصاویر و گزارش ها در شبکه های اجتماعی تا ایستاد در صورت ورود کمیته‌های حقیقتیاب به مسئله جمهوری اسلامی نتواند افکار عمومی جهان را با چنین دروغهایی توجیه کند.